سلام و عرض ادب خدمت دوستان و بینندگان عزیز. من سعید سلطانپور در روز یک شنبه 15 اکتبر 2023 برابر با 25 مهر 1402 و نهمین روز از آغاز درگیری های جدید خاورمیانه در اسرائیل و غزه خدمتتون برنامه رو در رابطه با سیاستمداران کانادا و موضع کانادا در قبال این جنگ خدمتتون عرض کنم. خدمتتون عرض کنم که روز دوشنبه، روز شکرگزاری، همین هفته که گذشت هزاران نفر از حامیان جنگ طلب و اشغالگری اسرائیل در میدان ملسمن، محله‌ای که اصولا پاتوق ایرانی ها هستش، در محله نورتیورک تورنتو مراسمشون رو برگزار کردن. خب در این مراسم پلیس حضور امنیتی شدیدی داشت، خیابان های اطرافش رو بسته بودن و اجازه نمیدادن ماشین رد شه. شخصیت هایی از وزرا و نخست وزیر همچنین استان اونتاری آقای داکفورد بود و که اومدن و حمایت کامل و 100% خودشون رو از اسرائیل در جریان حمله غافلگیرانه فلسطینی ها که باعث کشته شدن و اسارت و زخمی شدن صدها اسرائیلی شد و از جمله 5 سرهنگ نظامی و 100 خورده نظامی اسرائیلی کشته شدن و 10 نفر از سربازان اسرائیلی هم اسیر شدن و به خاک فلسطین برگردانده شدن. اونها آقای فورد در این مراسم گفتش که اسرائیل حق دفاع کامل داره، از absolutely has right to defense، گفتش که حق کامل داره که از خودش دفاع بکنه. براش نوشتم که اسرائیل حق کامل داره که دفاع بکنه، ولی اصلا هیچ حق و هیچ توجیه چه انسانی چه بین المللی نداره که انسان‌های دیگر رو بکشه، وقتی مخصوصا وقتی که در موضع اشغال هستش. در این جریانات نمایندگان فارسی زبان مایکل پارسا از حزب محافظه‌کار که وزیر رفاه و کودکان اونتاریو هست و همچنین علی اساسی از نماینده‌های به شدت سرسپرده صهیونیستی و ضد ایرانی، هر دوتاشون از عوامل ضد ایرانی هستن که در تحریم ها، شدت تحریم ها در کنار لابی اسرائیل علیه جامعه ایرانی در کانادا فعال هستند. در حال اینها هم حضور داشتن و در این مراسم تو صحنه بودن و مورد استقبال جنگ طلبان و اشغالگران قرار گرفتن. ببینید اوضاع اینقدر، این حمله و این درگیری که از 1948 شروع شده و 30 سال قبل از اینکه جمهوری اسلامی تأسیس بشه و با اشغال اسرائیلی ها و قتل عام شهروندان بیدفاع که داشتن اونو ماستشون رو میخوردن، کشاورز بودن، فلسطینی ها و اینا رو از دهکده هاشون بیرون داندن و به خاطر همین میلیون ها آواره فلسطینی داریم در لبنان، اردن که در اردوگاه همچنان زندگی میکنن و بچه هاشون اونجا به دنیا آمدن و حق بازیش به فلسطین رو، به سرزمین های خودشون رو ندارن. بنابراین نمیشه وسط داستان شروع کردی، از تای داستان رو تعریف کرد که آقا حماس جنگ رو شروع کرد. در حال جنگ رو اسرائیل شروع کرده و هیچ وقت هم خواهان به رسمیت شناختن یک کشور اسرائیلی و یک کشور فلسطینی نیست. حداقل نتانیاهو 16 سالی رو که کشوی میزش گذاشته و تمام سیاستدار دنیا، سیاستدار غربی خودشون خوب میدونن. داشتم میگفتم چنان آزادی های بیان رو اینا دارن شدید ممنوع میکنن که نماینده NDP از شهر هامیلتون، خانومی که تازه انتخاب شده، از اسرائیل انتقاد کرد، به شدت بردنش زیر سوال که شما داری یهود ضد یهودی میکنی، یهودی ستیزی میکنی. و این یکی از بهانه‌هایی که
دنبال میکنن یهودی ستیز، هرچی یه استایل بگی یهودی ستیزیه. آقا جان من نمیدونم کجای دنیا 47 خانواده فلسطینی 500 خانواده شدن، 47 خانواده کاملا نابود شدن توی این بمبارانی که اخیر کردن. 4000 تن بمب ریختن، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ اخلاقی، هیچ قانون جنگی هم اینو اصلا از زمانی که بشر به وجود اومده حتی انسان اولیه وحشی همین کار رو انجام نمیدادن. بنابراین بحث بحث اشغاله، وگرنه بحث مذهب نیستش که. مشکل هم با یهودیان مسلما نیست، مشکل با همه اونهایی که از اشغالگری دفاع میکنن، حالا میتونن مسلمان باشن، اونجگریکان مسیحی باشن، مثل آقای مودی هندو باشن، مودی هند، و یا سکولار باشن مثل برخی از سکولارهای مثل ایرانی که در کنار جنایت علیه و نسل‌کشی غزه و فلسطینی ها هستن یا حمایت میکنن یا سکوت کردن. در حال ببینید از یک رسانه مثل گلوبال نیوز، حتی تورنتو استار، رسانه اصلی کانادا رو سرمایه‌داری که دارن اصولا صهیونیست هستن یا سمت و سوشون به اونوره، اینها دارن. مثلا روز پنجشنبه دیدم رئیس پلیس یه مطلبی نوشته، رئیس پلیس تورنتو، که ما بر روز جمعه، یعنی همون جمعه که هستش، ما حضور گسترده‌ای داریم که هیچ اتفاقی نیفته. چون یکی از آقای وارینگتون نویسنده صهیونیستی تورنتو سان نوشته بودش که آره قرار حماس دستور داره که در هر کجای دنیا که هستین عملیات انجام بدین علیه یهودیان، در حالی که فلسطینی‌ها گفته بودن که آقا جون در مرزهای همراه همجوار اسرائیل بیاین لب مرزها و از فلسطینی‌ها دفاع بکنید، یعنی حمایت سیاسی بکنید و همچنین اسرائیل به خاطر جنایتش محکوم بکنید. کمان که دیدیم که در اردن مردم با ارتش درگیر شدن، زدن کنار، رفتن لب مرز، و در مصر هم بسیاری با ماشین و اینا غذا بردن برای مرز. هرچند دیکتاتور مصر آقای جنرال سیسی که متحد در حقیقت نتانیاهو هست، تو این 16 ساله هستش، چیز کردش، یه گذرگاه رفح رو هم بستنش با بوتون و اجازه ندیدن هیچ کس بره، حتی اجازه ندیدن خارجی از به درخواست آمریکا خارجی از اون مسیر خارج شن. اسرائیل هم به غزه‌ای ها گفتش که برین سمت جنوب، وقتی رفتن طرف گذرگاه رفح اونجا رو بمبارون کرد، 70 نفر کشته شدن. بنابراین من برای رئیس پلیس نوشتم که چرا آقا شانتاج با چرا جو میسازی، جو سازی میکنی؟ اینو برای اونجا نوشتن، اصلا گفتن مسالمت آمیز باشه، بعد اصلا قرار نیست تو کانادا بشه، کانادا هر دفعه از این اتفاقات میفته، اینجا هم درگیری های میشه، کما اینکه تو ایران اتفاقاتی میفته، اینجا هم بین مخالفین و موافقین اصولا همچین اتفاقاتی میفته. ولی در حال خواهیم که اینا به شدت، یه روز جمعه مدارس تو محله وان و ریچمونتیل، محله‌ای که در حال یهودیان زیاد هستن، شنیدم که بچه هاشون نذاشتن برن مدرسه، گفتن که عملیات قراره که انجام بشه. ببینید اسرائیل از نظر تحقیر شده تو این شکست اطلاعاتیش، شکستی که از 1973 بی سابقه بود، و اون هیمه برتری اسرائیل، هیمه برتری اطلاعاتی امنیتی شکست بود، ریخت دنیا و اون تحقیری که شدن. الان موساد نیاز داره به اینکه یک خشونتی علیه یهودیان در سراسر دنیا انجام بشه تا بتونن دوباره رو موج سوار شن. این همونجوری که توی 9/11 شد و عملا با جنایتی که بن لادن و تیمشون انجام دادن، البته گزارشات هم که در میاد نشون میده که حداقل مقامات امنیتی میدونستن چه اتفاقی میفته، ولی حداقل سکوت کردن که اتفاق بیفته، چون بعدش میخواستن، چون بعدش فردا صبحش حمله کردن به افغانستان، که البته اونجا بعد از خرج 1000 میلیارد دلار و کانادایان در حدود بیش از 30 میلیارد دلار هزینه کردن، 100 تا کشته دادن و بدون حاصل اومدن بیرون، آمریکایی که دیگه هیچ دیگه و دادن دست طالبان، یعنی بازگشت به نقطه قبل از اون که بیان و نابود بکنن یک کشور رو.
یکی از مشکلات بزرگی که آمریکایی‌ها دارن و کانادایی که اصولا تو عرصه سیاست دنیا اصلا بازی نیستن و خودشون این وسط میندازن وسط تو دو که میخواد قاطی کنه عرض لازم باشه و فضل چون اسم خوبی داشت قدیم که اونم توردو به گندش داره میکشه با جنگ طلبی هاش و حمایت از جنگ طلبی ها و اشغالگری ها عملا هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی قرارم نیستش که اتفاقات جدیدی بیفته دیگه. خب اینا شروع کردند. میبینیم که در مثلا دانشگاه یورک که 50,000 دانشجو داره و یکی از پایگاه قوی لابی اسرائیل در کانادا بود، یعنی حداقل میدونم تا چند سال پیش اگر امتحان روز تعطیلی یهودیان میافتاد به هیچ وجه امتحان رو برگزار نمیکردن، یعنی خیلی عادی شده بود، یعنی همزمان به اونا بعد دانشگاه از کار میافتاد. در حال خب اگر جامعه میگه من سکولارم برای هیچ مذهبی نباید این اتفاق بیفته دیگه، یعنی خودشون باید برن با استادشون صحبت کنن یا امتحان جانشین بگیره یا روز دیگه بگیره، نه اینکه کل دانشگاه تعطیل بشه. ولی در حال اینا چهار تا انجمن دانشجویی موضع گرفتن، دانشگاه یورک موضع گرفت که چرا علیه اسرائیل موضع گرفتی و اینا رو بخواد ببره کمیته انضباطی. از جمله چهار تا دانشجوی ایرانی کانادایی در میان این متهمین هستن. یعنی داستان قصه آزادی بیان که خب مسلما خیلی بیشتر از کشور خاورمیانه است، ولی داستان آزادی بیان در کشور غربی تا اونجایی است که سیستم احضار خطر نکنه، همونجوری که دیدیم تو جریان تحصن 3 هفته‌ای جلوی پارلمان در توسط رانندگان کامیون و مخالفان که سفید پوست بودن اکثرشون و مخالف ترودو و مخالف کرونا بودن، خیلی راحت اموالشون رو مصادره کردن و دادگاه رو الان محاکمه‌شون میکنن. احتمالی که زندانهای طویل المدت هم بهشون بدن خیلیه، نفسشون رو بریدن، حتی کمک‌های مردمی رو هم از اینا مصادره کردن. در حال یعنی اصلا بر نمیتابن تا اینکه چه برسه به اینکه کسای دیگه باشن علیه اسرائیل و جریاناتی که علیه اسرائیل هستن و علیه اشغالگری اسرائیل هستن رو اینها نمیپذیرن. در حال ناتو حامی اسرائیل، آمریکا هم مثلا اسرائیل یکی از منابع اصلیشه برای نفوذ و ادامه جنگ در منطقه. من خدمت شما عرض کنم که داکفورد در حال همچنین گفته بودش که کانادایی نبایستی، یکی از اتحادیه کارداری کار کانادا کیو پی، کارمنده دولت استان اونتاریو شدیداً انتقاد کرد از سیاست های تهاجمی و جنگ طلبانه اسرائیل. داکفورد باید گفتش که آقا تو حق نداری این حرف رو بزنی، نباید شما این حرف رو بزنی. نوشتم بهش آقا جان تو که فساد 8 میلیارد دلاری داری، پرونده تو تازه پیروز بردنش پیش پلیس فدرال داره تحقیق میکنه به خاطر پرونده 8 میلیارد دلاری زد و بندی که دادین، زمین های حفاظت شده محیط زیست چیده دادین به دوستاتون در حزب محافظه کار از این ساز بفروشا، تو دیگه چی میگی؟ تو که در زمان تو وضع مردم اونتاریو خرابتر شده از نظر اقتصادی، بسیاری از میلهای اونتاریویی الان واقعا محتاج نون شبشونن، کار اینقدر نیستش، مردم دچار مشکل بحران مسکن هستن، تو خیابونای تورنتو پناهنده ها تو خیابون میخوابن، مردم الان خیلی نمیتونن خونه پیدا بکنن و اینا همش تو دوران تو بوده. تو چشگی بدن، تو در موزه نیستی آقای داکفورد که بیای درس اخلاق بدی به بقیه کانادایی ها، به بقیه اونتاریو و بگی چی راسته چی درسته. چون قانون اساسی کانادا که بقیه قدیمی های کانادایی برای زحمت کشیدن مبارزه کردن این رو تضمین میکنه، شما دشمن آزادی بیان هستی. در حال این از این. بعدش خدمت شما عرض کنم که از اون ور همین دروغ بودش که رسانه‌های 40 کودک کشته شدن، رسانه‌های کانادایی هم بهشون دامن زدن که من هم اونجا برای کانادایی که اینجا انجمنای اسرائیلی کانادایی که می‌نوشتن نوشتم که آقا این جنایته اگر شده باشه کودک کشی، ولی آقا جان دنیای 2023 دیگه، اسامیشونو و اسمشونو منتشر کنین. خب ندارن، دروغ بود.
ببینید جنایت هولناک نازی ها در نسل‌کشی یهودیان اصلا نه فراموش میشه نه قابل بخشیدنه، ولی هیئت حاکمه فعلی اسرائیل، حداقل جناح نتانیاهو، جناح جنگ طلب، فقط از این داره سوء استفاده میکنه. درس های تاریخی نمیخواد یاد بگیره که آقا تو بعد چرا تبلیغات گوگلزی میکنی؟ چرا دارین اینقدر دروغ میگید؟ حالا حساب تو غزه آب بستن، چرت پوتین هم گفت مثل استالینگراد تاکتیک های نازی ها دارن به کار برن، آب بستن، برق بستن، غذا هم نمیذاد بیاد. 2 میلیون نفر در یک منطقه به طول 40 کیلومتر، غزه پر جمعیت ترین نسبت به مساحتش منطقه در دنیاست. خب شما این هم ملت اونجا اسیر نگه داشتین، 20 سال بزرگترین زندان رو باز دنیاست، دریا بستین، شواشو بستین، مرزاشو بستین، بعدن چون نیاز اقتصادی داری روزی 19000 تا، اونم هر وقت هر چند اخبار میبندن، 19000 تا کارگر از غزه وارد میکنن که کارگری بکنن دیگه. خب بنابراین چون اگر دخان دارن بیارن بایستی از خارج در بیارن و گرونتر باید پول بهشون بدن. خب از این بعد دیدیم بابرای نماینده صهیونیست تورتو در سازمان ملل که خانمش از رهبران صهیونیستی هستش، ایشون گفت که با گلوبال نیوز مصاحبه داشت و گفت گلوبال نیوز هم صاحبش صهیونیسته، گفته بودش که ایرانی ها در این حمله دست دارن، در حالی که منش امیر در سعودی اینترنشنال و خود آمریکایی ها و سخنگوی ارتش اسرائیل گفتن که ما هیچ شواهدی در دست نداریم که ایرانی ها هستیم، هست بودن. خب تا قبل از این اتفاق گفتن هرچی نشد گفتن کار ایرانی هست، درسته جمهوری خواهی میگن این کار باید بشه. از اون ور دیدیم پیر پولیور رهبر حزب محافظه‌کار کانادا که متحد سنتی اسرائیلی ها هستش و همچنین از اشغالگری و جنایت اسرائیلی هم دفاع میکنه، اومد گفتش که اگر ثابت شه که چون 4 تا اسرائیلی هم اسرائیلی کانادایی کشته شدن تو این جریانات درگیری نظامی، گفتش که اگر معلوم شه ایران پشتش بوده باید تحریم های بیشتر بکنه. براش نوشتم که چه تحریم های دیگه میخوان بکنه ایرانی هایی که تا حالا نکردیم؟ چرا لکی مثلا جوگیر میشین شما ها؟ بعد دیدم اروین کاتلر و وزیر امور خارجه نوشته بودن که ما بایستی حماس اون گروگان هایی رو که کانادایی هستن رو سر کانادایی رو باید آزاد کنن. نوشتم این وقتی سیاست بلد نیستید همینه دیگه، وقتی شما خودتون کلتون کردید تو برف یه دونه وزیر امور خارجه رو چون خوشگله یا اینکه دوست آقای ترودو یا دوست هارپر میزانش وزیر امور خارجه، ما 15 تا وزیر امور خارجه توی 16 سال داشتیم، یعنی آدم های اصولا اکثرشون بی سواد و اصلا دانش منطقه رو که ندارن خاورمیانه رو، و یه وزارتخونه فشلی که خیلی هاشون فامیل هاش، یعنی لیسانسی کشاورزی داره منتها خالش اونجاست برش میداره میبره اونجا، جدی اینو بهتون میگن. و خب وقتی شما یه همچین سیاست خارجی فشلی دارید باعث میشه که مثل همار گیل کنید، مثل خر تو سیاست خارجی گیل کنید، آبروی کانادا رو ببرید. خب اگر با ایران رابطه داشتی خیلی راحت از طریق ایرانی ها میتونستین از نفوذش و اعتبارش پیش فلسطینی ها استفاده بکنید و خواهان آزادی اونا بشین. حالا باید به قطر بگین، به مصری ها بگین، به عربستانی ها بگین و اونا هم تحویلتون نمیگیرن دیگه، چون در حال اولویت های دیگه هستن، اولویت های آمریکا و نمیدونم فرانسه هستن، به شماها یا خود اسرائیل به شماها نمیرسه. و در حال این هم از این، با این تظاهرات هایی که در حمایت از فلسطینی ها و حق سرزمینشون و علیه نسل‌کشی و جنایت اسرائیلی ها در شهرهای مختلف کانادا مثل ونکوور، تورنتو، میسیساگا و مونتریال انجام شد، خب در حال وزنه علی‌رغم فشار تبلیغاتی شدید رسانه ها در حالت تعادل پیدا کردنه. ببینید فقط 15% کانادایی ها از اسرائیل حمایت میکنن و خواهان ادامه اشغالش هستن، یعنی اکثر کانادایی ها مخالف اشغالن و موافقن دو کشور اسرائیل و فلسطین تشکیل بشه، ولی پرونده کشور فلسطین رو نتانیاهو 16 سال کرده توی کشوش و در اقلیت هم هست، میگه دولت ائتلافی هم میشه و داره
حکومت میکنه و برای قدرت که با فساد همراه از هیچ حقوق بازی و پدرسوخته بازی هم خدمت شما عرض کنم که خانم وزیر مهاجرت کانادا میلا جولی پیروز رفتش اسرائیل و بعدش هم اردن، ولی هیچ کشون غزه نمیرن یا حداقل منطقه غربی که دست دولت فاسد محمود عباسه نمیرن، که در حقیقت متحد ایناست و سرکوب فلسطینی ها رو توی اونجا به جای اسرائیلیا محمود عباس و تشکیلات خودگردان به عهده داره. در حدود 4000 نفر از کانادایی ها میخوان از اسرائیل بیان بیرون، اکثرشون از اسرائیل هستن، که چند صد تایی هم از فلسطینی هستن که در نوار غزه و کرن باختری هستن. بعدن اول از همه اینی که در این جریان مشخص شد که کانادا علیرغم این همه ادعایی که تورادو داره هواپیمای کافی نداره که بتونه این 4000 تا رو بیاره بیرون، یعنی از آمریکایی‌ها تقاضا کرد کمکش بکنن بهش هواپیما بدن. این در حالی که دولت تورادو، جاستین تورادو، خائنانه در حالی که وضع اقتصادی مردم کانادا خرابه، 8 در حدود 8.5 میلیارد دلار پول مردم به اوکراین داد که زلنسکی اونم نابود کرد دیگه. الان 2 سال خورده از جنگ گذشته، مشخص شده که اوکراینی ها توان ادامه جنگ رو ندارن و مناطقی که روسی زبان بوده و روس بودن ازشون جدا شده و بعید میدونه که برگرده. یعنی به قول سارکوزی نخست وزیر سابق فرانسه، در بهترین شرایطش اگر سازمان ملل همه پرسی کنه، این کشورها رأی میدن که در کنار روسیه بمونن، بنابراین سرزمینی به اوکراین بر نخواهد گشت، یعنی سرزمینایی که اشغال شده همچنان خواهد بود. و این پول مردم کانادا است و میلیاردها دلاری که آمریکا داره میده باعث میشه که این جنگ و ناثباتی و بزرگترین مهاجرت در حدود 5 میلیون تا 7 میلیون اوکراینی آواره شدن تو کشورهای اروپایی. و در حال این یه دلیلی میشه گفتش که حمله نظامی روسیه یک عامل خیلی مهمش بود، ولی از اون مهمتر کودتایی بود که در 2014 کردن و همه چیزها رو ریختن بیرون، زبان روسی رو ممنوع کردن، کسی رو که در حاکمیت بود و طرفدار روسیه بود اونو برکنارش کردن. و در حال به اصلاحی مهمتر این که این شرایط رو درست کردن که بتونن آقای زلنسکی بیاد سر کار و وارد ناتوش بکنه، در حالی که هیچ کشوری نمیپذیره که در کنارش ابرقدرت نمیپذیره در کنارش یک کشوری که با تهدید اتمی در کنارش باشه دیگه، هیچ جایی نمیپذیره، کما اینکه آمریکایی ها هم نمیپذیرن در مورد کوبا یا هر کشور دیگه که اگر دوستشون نباشه همچین کارایی بکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که داشتم میگفتم اینا هواپیما ندارن، این هواپیماش از یه دیگه باید بیارن، توی یک منطقه از کار میفته تا بتونن هواپیما این ملت رو بیارن بیرون. برای خانم جولی نوشتم که این مهاجرت معکوسه از سرزمین های اشغالی به سرزمین های سابق اشغالی که الان دیگه صلح توش برقراره. چرا؟ چیزی که اسرائیلی ها نگرفتن. ببینید کانادا و آمریکا هر دو زمین بومی ها سرخپوستا بوده که با خشونت و کشتار توسط سفیدپوست های مهاجر اروپایی در 200 سال پیش، 200-300 سال پیش آمریکا، 200 خورده سال پیش کانادا، 150 سال پیش اشغال شدن، قتل عام شدن، زمین هاشو گرفتن. ولی ببینید و این جنایت هاشون حداقل تو مدارسشون تو اونتاریو تا سال 1978 هم وجود داشته که نسل‌کشی کودکان بوده، فرهنگ‌کشیشون بوده، بچه ها رو به زور میگرفتن. ولی اینا یک اتفاقی که افتاده اینه هوشمندانه عمل کردن، اومدن اولا به رسمیت شناختن بومیات و قانون اساسیشون، معذرت خواهی کردن، هم هارپر نه معذرت خواهی کردن، تورادو معذرت خواهی کرد، به رسمیت شناختن و بهشون غرامت دادن. حداقل ببین یه چیزی که باعث شده که حداقل مهاجرای جدید که میان دیگه درگیری فیزیکی نباشه، همش درگیری، حالا درگیری حقوقی دیگه که بومی‌ها اکثر جا میرن
شکایت میکنن، پرونده طولانیه ولی در عمدتا هم میتونن موفق بشن و در دادگاه پیروز بشن. در حال ولی جنگ نظامی نیست. ولی تو اسرائیل شما رفتی زمین های ملت رو گرفتی، هر دفعه هم ازش داری میگیری، چون اسرائیل یکی از تنها کشورهای دنیا که مرز مشخصی نداره. یعنی چی نداره؟ هیچ کدوم از رهبران سیاسیشون هم نمیگن مرزامون کجاست. و اینکه شعار از رودخانه نیل تا فرات هم آقا فقط یه رویاست. هیچ کدومشون نمیگن نه آقا نیست و میگن هستش. یعنی دقیقا تکذیبش نمیکنن. بعضی رهبران سیاسیشون یا مذهبیشون تایید هم میکنن. خب بس تا وقتی که این مسئله ادامه داره، این موضوع خشونت و کشتار و خونریزی هم هست. که میگم اسرائیلی با اشغالشون شروع کردن، تجربه کانادا نشون میده اگه میخواین صلح باشه بایستی به رسمیت بشناسین که اونجا رو اشغال کردین، بهشون پول بدین و حداقلش اینه که اینو به رسمیت بشناسین. مثل کانادا که تو تمام مراسم ها میگن این زمینی که ما داریم الان روش صحبت میکنیم مثلا مال فلان قبیله سرخپوستی بوده یا اونجا بوده. و در هر حال این باعث میشه که اون مسیر تروس و کانسلیشن و اون مثلا بهبود زخم و همزیستی مسالمت آمیز درست بشه. در هر حال بایستی دیدش که اوضاع به کدوم طرف میره، ولی جنگ تموم نمیشه. ولی این عملیات نشون دادش که مثلا میدید که برلین و در برلین، در لیون، در فرانسه تظاهرات در ضد فلسطینی ها رو ممنوع کردن. یعنی این وحشت زدگی سران ناتو دقیقا نشون دادش که آزادی بیان فقط تا اونجاست که به خط خطوط قرمز سرمایه‌داری جهانی و لابی نظامی چیز نشه، رد نشه. و یک نکته هم که خیلی مهمه اینه که اگر میبینید که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بودش، اتحاد جماهیر شوروی دیکتاتوری بود، خیلی نواقص رو داشت، ولی به دلیل وجود اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی بودش که خیلی از این آزادی ها، خیلی از این بذل ها، خیلی از این افزایش دستمزد کارگرا، زندگی بهتر برای همه رو سران ناتو، سران سرمایه‌داری امتیاز میدادن تا اونوری ها رو هم جذبشون کنن هم شکستشون بدن. ولی بعد از شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظم نوین جهانی که پدر و پسر متهمان جنایت جنگی جورج بوش های پدر و پسر انجام دادن، عملا دنیا دنیای بدتری شده. الان دنیا خیلی ناامن‌تر شده. الان دنیا در آستانه جنگ اتمی. همین الان اگر اسرائیل بفهمن که اوضاع خرابه، که وقتی دو تا ناوه هواپیماور اسرائیل میفرسته براش، آمریکا براشون میفرسته، این اوضاع اصلا خوب نیست و حتی لازم باشه بمب اتم استفاده میکنن علیه ایران، کشورهای منطقه رو نمیتونن چون بدانی که همسایه‌شونه و بهشون تشعشعاتش به خودشون هم میرسه. در حال اینا همه مسائلیه که باعث میشه که دید که آقا در پیرو صحبت قبلی بود اینه که لابی اسرائیل در کانادا به شدت علیه لابی ایرانی، حتی از نظر اقتصادی در تلاشی که نتونه یک جامعه متحد و قوی بشه که بتونه از منافع و حقوق خودش حفاظت بکنه. به خاطر همین تو سری خور باقی بمونه و به خاطر همینی که مسائل فاسد مالی رو که میشه رسانه‌ها اینجا پخشش میکنن، در حالی که حتی یک نفر از این مقامات فاسدی که مال جمهوری اسلامی هست اینجا اومدن رو نه پسش دادن نه اسمش اعلام کردن. محمود خاوری هم اسمش در ایران اعلام شد و الان مورد حمایت دولت و پلیس کاناداست. بنابراین فریب سیاستمدارا رو نباید خورد. به هر حال بایستی هوشیارانه‌تر عمل کرد. شاد و شادکام باشید. اگر پیامی نظری دادید از راه حل تیوی @gmail.com برام بفرستید خوشحال میشیم، سپاسگزاریم. اگر برنامه فکر میکنید مفیده لطفاً بازنشرش کنید. شاد و شادکام باشید.